بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. در این دو جلسه درباره مصادیق افساد صحبت کرده که حکومت ها باید متوجه این قضایا باشه. اگر این کارا را نکنیم و ما را تلقین کنند که دیموکراسی و دیموکراسی بود، در هر کس هر کار میکنه عیب نمیکنه، کشور به تباهی میرسه. یعنی کشور ما الان در شرف مردن کشور، اما چیزش فلجه و اراده های قوی میخواهیم، سیاست مدارای میخواهیم که با اراده های قوی وارد کار شوند. و الا همیشه همی قسم میمانیم، لا یموتو و لا یحیا، نمردیم نزنده، در برزخ بین حیات و ممات گرفتاریم. این همی قسم میشه، نه امنیت داریم، نه اقتصاد داریم، نه علم داریم. پوانتون های ما واقعا قابل رقته، ما متخصص های لایق نداریم. جلوگیری کردن از علم به هر بانی عنوانی که باشه، علوم تجربی و علوم اسلامی اردو، ای از مفاسه، از مصادیق بزرگ افساد در روی زمینه. که ما چی میکنیم که درس بخانه بچه‌های ما در پوانتون علوم تجربی بخانه یا علوم دینی بخانه؟ اینا موجب افساد در روی زمینه. امروز بدون علم تجربی ملت زنده مانده نمیتوانه. ما امروز از الیف تا یا محتاج به خارجیم. چی به خود دیوانوار ادعا میکنیم که استقلال سیاسی حاکمیت ملی هیچی نیه. او تو وقت ما میتوانیم ادعای استقلال کنیم و حاکمیت ملی کنیم که ما خود ما یک تولید کنیم. ما که نمیتوانیم 100%، ولی یک قسمت عمده احتیاج هوایج خود باید در داخل تولید بتوانیم. همسایه های ما این کار را میکنن. این بدبختی ما یک که هیچ کار نمیتوانیم. اشاعه فاشا به وسیله عمل و کتاب و سینما و امثال اینها فاشا و منکرات پخش میکنن. امی الان نکار میشه. ای نوعان هالیوود و بالیوود و صهیونیزم میگن اونایین که ای کارار میکنن، فیلم های سکسی درست میکنن، اقسام مختلف که جوانا را مبتلا کنن. الان در ای عصر ارتباطات ما، عصر فضا، عصر انترنت، همه چیز از مرز خود گذشته. هر کس هر چه بخواهد بر سطح بین المللی میتوانه بر فکر جوانا تاثیر بگذاره، به فحشا گرفتار میکنه. ای از هر مصادیق فساد افساد فی الارض، مرض هیت زمین جا پیدا میشه. در مصر میگن که بعضی جوانا را آورده بودن برای فحشا مجانی یا به قیمت کم، بعد اونا را مبتلا می کردن به مرض ایدز، جوان هم مبتلا می شدن. او جوان پوانت که به جایی که در پوانتون برو تخصص متخصص شو، فوق تخصص پیدا کنه، به دکترا برسه که برای کشور مفید واقع شو، اونا را دوچار مرض ایدز می کنن. به نام آزادی، این چی خرافاتی، زن و مرد نداره، آزادی دلشان می خواهد. اینا به مرض ایدز مبتلا میشن. مثل یک آدمی که مغزش خورداشته شده، چکار چی به درد میخوره او؟ ولو فردن از نظر طب زنده بمانه و به مغز باشه، او رو چی میکنیم؟ او به درد کشور نمیخوره. نسل جوان مبتلا به مرض ایدز میکنن، مرض های دیگر در بدنشان میایه، اختلال دماغی پیدا میکنن. نه یکی و دوتا. حالا اگر آدم با یک نفر این کار کنه، فعل حرامه، ضرر رساندن به مردمه، دیه داره مثلا. اما اگر بخواه که قسمت عمده مثلا 100-200 هزار جوانه بخواه خراب کنه،
در دانشگاه ها را فاسد کنه، دخترها و پسرهایی که باید درس بخوانن اونا را فاسد کنه. این همی افساد فعل ارض، کشور خراب میشه بشه. دولت ها باید این قضیه مهمه، باید قضیه افساد خیلی جدی بگیرن. اینا را قرآن بیان میکنه، ماما صادق بیان میکنه، اینا نظر منیه، من تفسیر میکنم، مصادیق افساد فی الارض بیان میکنم. این از مفاسدشه. اینا را که من یادداشت کردم، من در دوران جهاد اینا را در کتابم نوشتم. به وسیله عملا فحشا را ترویج میکنن. یک کتابای من میسن الان پاکستان فلجه، پاکستان هم همینطوره. تمام جوانا را که من اونجا در دوران جهاد در پاکستان بودن کتابای ناول میخوانن، پوچ یاوه اما قصه های دروغ مهیج شاوت، هیچ به درد نمیخوره. مردم نسل جوانی که باید برای تولید ابتکار فکر کنن، با اونا را خانه نشین میکنن، در عالم خیال اونا را میبرن، کتاب های دروغ پوچ مینویسن به اردو، قصه های جالب جالب دو ساعت سه ساعت که خانه میرن میشینن میخوانن. ما دیدم برای بعض یادی که اصلا یک قسم مثل که به اروین آدم معتاد شوه. یعنی می تو به این کتاب های اشناو قصه و حکایت که مهیج شاوت میشه و اما خیالیه به امونا مشغول میشه. گذشته از قضیه کتاب، مسئله سینما میایه. او زمان قدیم بود که سینما یک جای بود جوانا میرفتن، الان در تمام خانه ها سینما هست، فیلم های بداموز هست، او فیلم ها را میبینن بداموز میشن، به فسق و فجور میل پیدا میکنن. از این کتاب ها که بگذاریم، از این تلویزیون ها بگذاریم، اینترنت، کتاب عمومی، اونا را تماشا میکنن. این فساد عمدیه، اینا را عمدنی کارا را میکنن، اونا از خود اغراض دارن. اینا همه از مصادیق افساده. یک دیگه اختلاس از بیت المال. یک دفعه آدم از بیت المال، یعنی از بیت المال که میگم مراد امامی پول دولت هم، بانک، از پول دولت می خیانت میکنه. یک از قدیم هم بوده، از بانک پول میگیرن، مثلا برای یک کار وزارت خانه یک ساختمان های درست میکنن، اشلک مصرف میکنن، سیلک نوش جان میکنن. یک وقتایی که من می حوزه رو درست میکردم، خیلی همی آمد میگفت چند متعال مصرف کردیم، میگفتم این قدر، میگفت اگر این دولت درست میکرد، رسمی از طرف دولت درست میشد، دو برابر پولی که تو مصرف کردی اونا از دولت پول میگرفتن، رشوت میخورن دیگه. این جایی قابل انکار نیست. هم در کشور ما، هم در کشور پاکستان، ترکیه، ترکیه که میگن از ما فاسد تره، هر جایی که بروی نمیارفا هست، رشوت میخورن، از بیت المال پول بر میدارن. خیلی خوب، اینا خیانت میکنن، با پول ملت خیانت میکنن، باید به اینا جزا داده شوه. این من نمیگم ای حرامه، هر حرام با او درجه بالایش نیه که مفسد صدق کنه که کشته شوه، نه. الان در افغانستان ما گمان میکنم که اگر کسی 10 میلیون ور داره از جیب این ملت فقیر که تمام روز کاسه گدایی را گرفته و دیگر الان از گدایی که خجالت نمیکشیم عادت شده، این همی افساد فی الارض. چی بخوره چی به جای بی خود مصرف کنه. چی لازم کرده که ما بیایم برای وزیرا مثلا ماشین بنز بگیریم؟ چی لازمه که در ارد داتا ماشین بنز باشه که یک وقت مهمان میای رئیسای جمهور اونا رو به بنز بیاره؟ او رئیسای جمهور نمیفهمه که ما گداییم، از کشورهای خارجی گدایی میکنیم، کارخانه تولیدی نداریم، جامعه 100% مصرفیم، اون دولت ها خبر نداره؟
اینا یک نوع از اسرافکاریه، اگر افساد نباشه یک نوع افسادکاریه، نباید که یک کار شوه. اصلا اگر ما خجالت بکشیم، خجالت نکشیدن از بیعقلی است، از کم عقلی مایه. اگر ما خجالت بکشیم، باید در بین تمام وزارت خانه آب به شمول ارک یک ماشین بنز نباشه، ماشینای گران قیمت نباشه. برای چی ما از پول ملت اینا را بخریم؟ که چه کار شده؟ عیف و میلی که میشه در مصارف، در میمانی ها، غرض به طور کلی، اینا مصادیق بود، به طور کلی اگر انسان مبالغ بزرگی را از بیت المال خیانت کنه، خودش بخوره یا تقسیم کنن، اینا هم از مفسدینه، باید کشته شون، باید کشته شون، افساد میکنن. این پولی که 20 میلیون 30 میلیون فقیر گدا چشم اقتصاد عمومی مردم به امی خزانه دولت بیت المال مسلمین و به این رقم های دروش دروش خیانت شوه، باید کشته شون. اینا رایگ، اینا جلوگیری از تباهی کشور، اینا جلوگیری از نابودی و فقر عمومی ملت ها، باید این کارا صورت بگیره. این اسلام یک دین، یک دین آسمانی برای قضایای مسجد نیامده که برو مسجد. مسئولیت های اجتماعی ما، مسائل اقتصادی، ما، موضوعات امنیتی ما، مسئله ترقی کشور در بود علم، در تکنیک، در ساینس، در صناعات، امر شامل میشه. هر چیزی که رای ترقی کشور بگیره امروز، اونمو افساد فعل ارزه. گذاشتن مردم به عقب، در تاریکی زندگانی کردن ملت، باز هر رایی که باشه و بر عذر که باشه، این موجب افساد میشه. کشور باید ترقی کنه. اینا مفسد فعل ارزد. آخر تو از کجا کردی دیرو پدر تو را مردم میشنازه، تو را میشنازه، از کجا کردی پولای زیاده ره؟ زر نبارید از آسمان بسرش، یا خودش دوز بود یا پدرش. باید جلوگیری شوه. او این دیموکراسی نیه، دیموکراسی حکومت مردم بر مردم، اینمیه دیموکراسی، اشتباه نشوه. معنی دیموکراسی اینیه که هر کس دزدی کرد تسامح کنه. باید بیت المال سخت گرفته شوه. غربی هم می کاره میکنن، برای هزار افغانی که از دولت قرضدار باشی 50 دفعه برایت نامه میایه تا که پول از تو بگیره. اینجا به این ملت فقیر در هر معامله تجارت که وزیر میره، قرار ما که وزارت نکردم ولی میشنوم که میرن از بازار، از بازارهای خارجی مال میخرن و پولش را او دولت میده، میرن با شرکتهای عمومی کنار میخرن، پول میگیرن، از او شرکت نخر، از ما بخر، اینی قدر به تو خودت میدم پول. خودمو سر پول کم میکنن، با او وزیر میدن، شکمی وزیر باید پاره شوه. برای چی او بخوره ای پولا را؟ چکاره هست؟ اینا آمد از جمله مفسدین فعل عرض میشن. باید اینا چی شوه؟ نابود شون. اینا میکروبای بدن یک ملت میشن، نمیگذاره که ملت رشد کنه. همون یادم های مریض دیدین، هر چی میخوره رشد نمیکنه، میکروب داره، باید اون میکروبا نابود شوه. یکی از این بچه ما خیلی لاغر و ضعیف بود، بردن رفت خود تداوی کرد، بعد از یک دوسته ما دیدم که فربه شده. خب اونا میکروب داشت دیگه، یار چی که میخورد نمیشد، رفت دکتر، رفت تداوی کرد، خوب شد، دوباره چاق شد، متوسط شد.
هنمه تو را باید اینا برو که ملت یک کمی چاک شو متوسط شو میکروبا را مجال ندیم. اینا همه افسادی در روی زمینه. و یک چیز دیگر ناامنی را به وجود میارن، قتل را مندازن، مردم کشی میشه که بخواین امنیت بگوین که امنیتی کشور خرابه. افرادی تحصیل کرده را ترور میکنن، شخصیت های مهمی که اونا برای کشور کار میکنن اونا ترور میشه. یک نفر دو نفر را بکشه او قتل از گناهان کبیره هم هست، اما اگر میاین یک دسته زیاده را میکشن که همه چیز در کشور خراب میشه، اونم تروره، اونم تروره. با ولی افساد در روی زمین، یه افساد در روی زمینه. اینا باید بر اینا راه نشوه، روز روز برون اعدام شون. ما چند دفعه با یک اون زمانی که من با رئیس جمهور سابق تماس داشتم می گفتم بکوش یک دره اینا رو نمن، اینا میکروبایی که جامعه رو خراب میکنه. او خواست که با من شوخی کنم، گفت قاضی القضات قبول نمیکنه. گفتم نه شوخی نکن، من خبر دارم خودت میترسی، خودت نمیکنی کار. میگه قاضی القضات، و قاضی القضات نشسته بود، گفتم تو نمیکنی؟ گفتم چند دفعه تا حال پیشنهاد کردم امضا نمیکنه، میترسن از خارجی ها. باید این کار صورت بگیره که نمیتوانی ترس داری برو کنار، کشور تبا نکنین. بازم صحبت میکنیم در این مورد. والحمدلله رب العالمین.